Иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Мин баъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо, ки бо сифатан метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. Маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бо нуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. Шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. Дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. Ассалому алейкум, тамошобинони изадманд. Барномаи иттилоотии криминалии Ахбори Вазорати корҳои дохилӣ таи чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқ вайронкунӣ шинос менамояд. Бо шумо дар студия Моҳрухсор Таваллозода. Як гурӯҳ ҷавонон барои содир кардани ҷинояти дуздӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи Синӯ боздошт гардиданд. Ин нафарони тасаррифкор бо ҷурми дуздӣ аз терминалҳои ҳудуди пойтахт ва шаҳру ноҳияҳои кишвар ба даст афтоданд. Сироҷиддини Шакурӣ оиди шикастани терминалҳо ва аз дохили онҳо чӣ тавр маблағҳои онҳоро гирифтани гумонбарон гузориш омода кардааст. در حدود شهر دوشنبه ولایت های سغد و ختلان مدت است صادرشوی سلسله جنایت های دزدی از دستگاه های مبلغ گذرانی یعنی بانکمات های بانک اسخطا و هما از گروه جنایتی درک می داد که با مسلحت پیشکی و تیاری مخصوص در وقت شبانه صادر می گردیدند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه سینای شهر دوشنبه در نتیجه براه ماندن چورابینی های اپراتیوی جستجویی اخیران این گروهی سازمان یافته جنایت پیشه را دستگیر نمودند. در نتیجه معین کرده شد که روبری این گروه را شهروند حسن و فرهاد سال تولدش 1991 استقامت کننده این ناحیه تیمور ملک که قبلا برای صادر نمودن جنایت دزدی سود شده است بر عهده داشته با جلب شهروندان قربانوف شهرت زبیدالله‌ویچ سال تولدش 1991 ساکن ناحیه جلال الدین بلخی و زهرزاده مونیسی امام نظر سال تولدش 2000 ساکن شهر کلاب این گروه را سازمان داده است. نامبردگان با تیاری مخصوص با تجهیزات های برنده و شکننده و در روی نقاب و دستپوش شبانه اساساً دستگاه های خودکاری مبلغ گذرانی را هدف جنایتی خود قرار دادند. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که رهبر این گروه جنایت پیشه حسن و فرهاد وظیفه اساسی یعنی شکستن بانکمات و گرفتن مبلغ های پولی را اجرا نموده هم مسلکان دیگرش اطراف را نظارت میکردند. این گروه جنایت پیشه با مقصد از جوگری پنهان شدن توسط افتماشین خود تمغه اوپل مکانهای جایگیر شوی بانکمات ها را معین نموده جنایت های دوزی را در مدت های گوناگون و مکانهای مختلف صادر نمودند. از جمله یک مدت در حدود شهر دوشنبه و بعد گذشت وقت معین در حدود ولایت ختلان و ولایت سغد جنایت های دزدی را صادر کردند. از جمله سنه 23 آگوست سال جاری با شکستن بانکمات سپیتامین بانک واقع در کوچه شمسی از داخل 16360 سومانی را تصرف کردند. سنه 23 آگوست ما را همین طریق این گروه جنایت پیشه در عموم 99 عدد دستگاه های مبلغ گذرانی بانک اسخطا را شکسته از داخلشان در حجم عمومی 600 هزار سومانی از بانک هما 99 عدد دستگاه و یک عدد دستگاه خودکار سپیتامین بانک را شکسته مبلغ های کلان پولی را از آن خود کردند. همزمان در نتیجه پیشبرد کارکردهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست کافتکوی جنایتی وزارت کارهای داخلی در یکجایگی با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه سینا نقشه پنهانی جنایت مخصوصا وزنین راهزنی آشکار کرده شد. دستگیر شده قربانوف شهرت نقشه راهزنی و گراگونگیری نماینده شرکت کوکاکولا در ولایت ختلان را طراحی نموده با این مقصد چند مدت اطراف کارخانه و طرز و اصول صادر نمودن جنایت و ربودن مبلغ های کلون پولی شرکت مذکور را نقشه بندی نموده است. غیر از این جنایت های صادر کردم با نقشه داشتم که رئیس فیلم کوکاکولا رو وقتی از کار برامدن سمیل رو خلان داشتم که
از اون درونی ماشینش گیرم. موی نیم مردی سالی جوری من از این ما زنگ زد با پیشم اومد. زن اول زنگم زد با پیشم اومد گفت من سرای کوکاکولا همونجا سون بوده بیا بودریم همون سونو بگیریم خرابشم بباندهیم گفت میبوریم با آبرکا قدسیبشم میبوریم سون همه گیریم میریم. نامبرده همزمان شهروندان صاحبزاده شیراز و قاسموف سربان سالهای تولدشان 1991 ساکنان ناحیه جلال الدین بلخی که قبلا برای صادر نمودن جنایت راهزنی سود شدند همچون هم مسلک برای صادر نمودن این جنایت به گروه خود جلب نموده از نقشه های جنایتی خود آنها را خبردار کرده است. عین زمان این گروه جنایت پیشه در حبس پیشکی قرار داشته نسبتشان برای صادر نمودن سلسله جنایت های دزدی طبق طلبات ماده 244 و سویقصد به صادر نمودن جنایت راهزنی طبق طلبات ماده 249 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. به خاطر حفظ سلامتی جامعه همه شعبه و خدمات های مقامات کارهای داخلی نابسته از شکل فعالیت عهده‌داری در سمت پیشگیری از گردش غیرقانونی وسیله نشئه‌دار سفربر می شوند. کارمندان شعبه آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی در بین نوبالغان و جوانان در ولایت سوخت ساکنین ناحیه سینای پایتخت را برای غیرقانونی و منبعد به معاملات برآوردن مقداری مخصوصا کلونی وسیله نشئه‌دار بازداشت نمودند. چند پیش در نتیجه کارکردی اخباراتی ماهیت اپراتیوی داشته با متد های فعالیت اپراتیوی جستجویی کارمندان خدمات آگاهانی پیشگیری حقوق ویرانکنی در بین نوبالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت نقشه نشئه‌جلابی را برهم زده در حدود شهر دوشنبه عضو شبکه ترانسملی نشئه‌جلابی شهروند جنیف زیوودین موجودویچ سال تولدش 1968 استقامت کننده ناحیه سینوی شهر دوشنبه را بازداشت و از او به مقدار 19 کیلو و 250 گرم وسته نشه‌داری نمودی حشیش مصادره کردند که در 40 بسته سلفان پچ نگهداری میشدند. بازداشت شده نشان داد میدهد که این مقدار مخدرات را از هممسلکانش شهروندان جمهوری افغانستان با روی قاچاق به دست آورده است که باید منبعد به معاملات برآورده میشدند. نسبت گمان برشده زیوادین جنیف با ماده 200 قسمی 4 کدکس جنایتی معاملات غیرقانونی وسته نشه‌دار و 289 قسمی 2 قاچاق پرونده جنایتی آغاز گردیده بعد جنبستی تفتیشی پیشکی با حکم سود از روی مجموع جنایت ها جزا در نمود محروم ساختن از آزادی به مهلت 17 سال در کلونی های اصلاحی نظامش سخت تعیین گردید. بیهودگردی و بی‌نظارت ماندن نابالغان عاقبت میتواند آنها را به کج‌رفتاری تلقین کرد. همچون جنایتکار به وی رساند. چون این تجربه تلخ را میلیسیای شهری خوجند در عمل و رفتار نوروز 14 ساله ساکنی ناحیه بوبوجون غفوروف آشکار و برای دزدی نسبتش پرونده جنایتی آغاز نمود. شرح جنایت های دزدی گمانبر شده در گزارش نوبتی متوجه باشید. این در حال است که قبلا نیز میلیسیا دزدی های او را به قید گرفته است، اما از سبب مقررات سن و سال و سوبکت جنایت نبودند تنها با کارهای پروفیلاکتیکی و نظارتی او فرا گرفته شده بود. نوبالغ چپ دست کجرفتاری هایش را ادامه داد. از سنه 6 سپتامبر از دکان تعمیر و فروش تلفن های موبیلی واقع در گذرگاه زیرزمینی کوچه شرق شهر خوجند حدود بازار پنجشنبه 17 عدد تلفن های گوناگون تمغه را با ارزش مالی 25000 سومانی تصرف کرده است. تلفن های گفتیم یک دخته گفتیم نشه پشتیم نشه پشتیم سمه آنجا تلفن گفتیم تام تلفن گفتیم و کامره تلفشه گفتیم. بغیر از 19 عدد تلفن تصرف شده یکم ضروری دیگر رسوندگی نباشه؟ سیمی کامره لخ لخ برفتگی با تلفن های کار ناشایم گرام برفتگی دره خلفشه شکسته لخ لخ برفتگی گرام تلفن های. در همین موضع همچنین سوی قصد دزدی در دیگر مغازه ها را نیز گمان برشته صادر کرده است، اما از سبب کشوده نتوانستن در این مغازه ها به مقصد نمی رسد. حالت دیگری با موفقانه دزدی از جانب او این تصرف 1300 سومانی مبلغ پولی از خزینه مغازه خوراکواری می باشد. گمان برشده هنگامی قرار داشتن در مغازه خوراکواری عزیزی واقع در درآمدگاه بازار پنجشنبه شهر خوجند با مشاهده نبودن فروشنده مبلغ پولی را از خزینه تصرف می نماید. از این تلفن رو از این تلفن رو با دست پشته چه مقدار مبلغ پولی گرفته دارم؟ 350.
در نتیجه چورابینوی اپراتیوی و تفتیشاتی میلیسی شهر خوجند 17 عدد تلفون های از جنبی نوبولیغ تصرفشده را که قسمی از آنها فروخته شده بود رویانید که همچون دلیل شایی گناهگوری گمون برشده را تصدیق می نماید. آغاز پرونده جنایتی با ماده 244 کدکس جنایتی عاقبت کجرفتوری است. در حدود روهای افتامبیلگردی ولایت خطلان کورمانوی بزرسی دولتی افتامبیلی قانوشکنی بسیاری از رانندگونی ویسته های نقلیتی برکشان که هنگام انتقال مسئله ساختمانی به بلوپوش اداره میکردند بزداشت و نسبتشان چوراندشی نمودند. از رفت این چورابینی همکارانمون گزارش آماده کردند. ضمن بردن کارهای نظارتی هیئت شخصی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان یک قطار کمبودی های رانندگان واسطه های نقلیاتی برکش را آشکار نمودند که رانندگان این گونه واسطه های نقلیاتی حتی با عادی ترین قاعده های بی‌خطری که استفاده پرده حمایوی میباشد اعتبار نمیدهند. علاوه بر این واسطه نقلیاتشان که پر از بار مسئله ساختمانی بوده وضع تازگی شان به طلبات جوابگوی نیست، اینچنین بی‌نظرداشت شدیدناکی حرکتی نخلیاتی به مورد داخلی مرکز شهر میگردند که این عملشون قابل قبول نیست. بنابرای آیان گردیدن طلبات زیربند ده بند 11 قایده های حرکت در راه حیات شخصی شعبه بازرسی دولتی افتامبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان دوام یک هفته با رانندگان واسطه نخلیات برکش در اساس کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان چوراندشی نمودند. در انجام برنامه به هر کدام شما روزگاری خوش، سعادت و سربلندی تمنا نموده، خواهان آنیم که در کشور همیشه امنیت سرجمعی و آسایشتگی حکم فرما باشد. خیر. اقدام شایسته از مغازه مالهای تکنیکی بهترین. منبعد همه مال و محصولات تکنیکی معیشی را که با صفتان میتوانید با نرخ دسترس از مغازه بهترین خریداری کنید. محصولات را مغازه از شرکت های با نفوذ کشورهای روسیه، ترکیه، دوبای، ایتالیا و چین و ازبکستان دسترس نموده است و کفالت 3 ساله دارد. شما می توانید تکنیکای معیشی دلخواهتان را با طرز کریدیتی با فایدهای پستری نیز خریداری کنید. در مغازه QR کد های بانکی عمل می کند. سراغه شهر خوجند، کوچه اسماعیل سومانی 46. تلفن برای معلومات 92 730 77 70.